هستی واقعا بخشنده است و وقتی دانش آموز آماده باشد معلم را برایش فراهم می کند. تمرین هوپونوپونو جدای از نیایش ها روی کرد مرا هم به زندگی تغییر داد. احساس قدرتی که تجربه می کردم و هنوز می کنم خارق‌العاده بود. دانستن این که من نقش فعالی نه تنها در زندگی خودم بلکه در زندگی دیگران دارم مرا دائما لحظه به لحظه به سوی جستجوی منبع کل هدایت می کند. می دیدم که توجه به جنبه مثبت اشتیاق من را برانگیخته و این باعث می شد ایده ها مرتب به من الهام شوند. روشنایی ادامه داشت و من در آغوش تغییری بزرگ که در درونم اتفاق می افتاد بودم. گویی همه اطرافم را نوری فرا گرفته بود که دنیایی ورای دنیای مادی را برایم بست می داد. وقتی نگرش من عوض شد، همه چیز آزاد شد، فقط گیر کرده بود. پیروزی که از کمی بعد از آخر هفته برای من اتفاق افتاد دقیقاً مربوط به هوپونوپونو بود. هوپونوپونو گذشته را پاک کرده و برای اتفاقات جدید جا باز کرده بود. توضیح دیگری وجود ندارد. آنچه تمرین هوپونوپونو در درک آن به من کمک کرد این است که فرایند درمان و عملکرد درست این حرکت از 60 به 0 است. بسیاری از ساختارهای متافیزیکی مثل نظریه رهاسازی کاربردی اند، اما هرگز برای من مفاهیمی کامل و دقیق نبودند. در برخی از موارد تلاش برای رسیدن به رهایی واقعی احمقانه به نظر می رسد، اما حالا با بازگشت به 0 واقعا پویای رهاسازی را به دست آوردم و می دانم چطور به آن برسم. خیلی چیزها در من و خانواده‌ام تغییر کرده است. والدین من و خانواده همسرم ناگهان تغییراتی اساسی در الگوهایشان ایجاد کردند و فهمیدند که رویاهایشان را در قطار اسباب بازی گذاشتند و می‌کشند. خانواده همسرم خانه‌ای 500,000 دلاری خریدند که دوران بازنشستگیشان را در آن بگذرانند. تا به حال جایی آرامتر از آنجا در زندگیم ندیدم. مادرم روی موانع فیزیکی و عاطفیش کار کرد و عاقبت دید که انگار یک بار دیگر ازدواج کرده است و نسبت به همسرش همان احساسات عاشقانه سابق را دارد. در خود من به طور ناگهانی تغییراتی در برخی مسائل به وجود آمد که قبلاً مانع رشد و شکوفایی نقاط قوتم می شدند. یکی از قدیمی ترین دوستان من ریشه های پوسیده روش های قدیمی زندگیش را کاملاً کند. او در حال حاضر شرکت خودش را اداره می کند و با الگویی که کاملاً متفاوت زندگی می کند. برادر همسرم بالاخره به منزل شخصی خودش رفت. خواهر همسرم و شوهرش از حومه شهر به خانه رویایی خودشان اسباب کشی کردند. ناگهان زندگی روزمره من پس از 17 سال جدیت و افسردگی با تجربیاتی پر شد که دوباره رنگی و جذاب بودند. زندگی یک عادت است. بنابراین من سعی می کنم به داشتن زندگی خوب عادت کنم. من به هیچ عنوان متخصص هوپونوپونو نیستم. این مقوله برایم هنوز جدید است و نمی دانم که تجربیات زندگی من را تا کجا با خودش می برد. از دکتر ویتال ممنونم که با سخنرانی چند ماه پیش دکتر هیولن دنیای هوپونوپونو را برای ما آشکار کرد. چه هوپونوپونو در زندگی خصوصی من با همسر زیبایم باشد، چه در زندگی شغلیم. رسیدن به 0، مسئولیت پذیری 100%، عذرخواهی و بخشش گزینه‌های قدرتمندی هستند که تأثیر بسزایی در زندگی من داشتند. متشکرم جو و متشکرم دکتر هیولن. جوی عزیز، میخواستم از تو به خاطر آوردن دکتر هیولن صمیمانه تشکر کنم
برنامه فوق‌العاده‌ای بود. مرا با درک تازه‌ای از زندگی و اینکه چطور هستی، سلامت و خوشبختی ما را مقرر می‌کند، آشنا کرد. از توانایی پاک کردن و خالی کردن ذهن به عنوان یکی از بزرگترین هدایایی که به انسان داده شده است یاد می‌کنم. دکتر هیولن اهمیت زندگی با شرایط پذیرا بودن و پاک کردن عکس العمل‌های درونی‌مان و رسیدن به صفر را به ما یادآور شد. من با نگرش او به زندگی کاملا موافق بودم و هیجان زده بودم از اینکه انسان دیگری را روی این سیاره پیدا کردم که نظرش درباره عشق با من یکی است. در هنر کیگانگ، تمرین انرژی درونی هنرهای رزمی، یک روش منحصر به فرد تنفس هست که انرژی درون بدن را به گردش در می آورد. استادان قدیم هنرهای رزمی دریافته بودند که قوانینی در هستی وجود دارد که با بدن ما کار می کنند و وقتی یاد می گیریم چطور انرژی درونمان را به گردش درآوریم، می توانیم سلامتی و پویایی را در سطحی بالا به دست بیاوریم و آگاهیمان را به طور چشمگیر افزایش دهیم. به این فرایند معمولاً مدار ریز جهانی می گویند. به طور خلاصه در این روش نفس را داخل می دهیم و همراه آن انرژی نیروی زندگی را به جلوی بدن به داخل ناحیه پایین شکم راه می دهیم. بعد انرژی را به بالای کمر و بالاخره پشت هدایت می کنیم. تکرار این عمل مداری جهانی را با انرژی های بدنمان به وجود می آورد و سلامت و آگاهی ما را افزایش می دهد. وقتی دکتر هیولن نموداری را نشان داد و هوپونوپونو را شرح داد و نشان داد چطور ارتباط و آگاهی بین مردم در جریانی دورانی بهتر شکل می گیرد، بلافاصله تحت تأثیر شباهت آن با مدار جهانی قرار گرفتم. در واقع نکته عجیب قضیه این بود که می دیدم چطور هستی به طور دورانی کار می کند، چیزی که قبلا هرگز متوجه آن نبودم. در نموداری که اون نشان داد من بالاخره فهمیدم چطور ما همیشه سعی می کردیم افراد را در یک ارتباط دوسویه با روشی خطی به هم وصل کنیم. ما با هم حرف می زنیم، بحث می کنیم، دعوا می کنیم، اشاره می کنیم و همه اینها در راستای افقی اتفاق می افتد. اما من دیدم با استفاده از مسیری کاملا متفاوت می توانیم بزرگترین تغییرات و عمیق‌ترین روابط را میان انسان‌ها به وجود آوریم و آن مسیر دایره بود. نمودار دکتر هیولن به من نشان داد که اول با صفر شدن، یعنی رفتن تا پایین ترین لایه آگاهی در ذهنمان، می توانیم از واکنش ها و وابستگی هایی که ملاحظه می کنیم خلاص شویم. بعد از آن می توانیم شروع به بالا رفتن از مرحله فرا آگاهی کنیم و در آخر از آگاهی الوهیت بهره مند شویم. الوهیت می تواند شوق پاکی و عشق ما را به دیگران انتقال دهد. به طور اساسی در نهانخانه ذهن خودآگاه پنهان شود و ارتباطی خالص و بی کم و کاست را شکل دهد. وقتی روز زندگی نمایان می شود می بینید که چطور همه چیز به هم مرتبط است. همه چیز از قوانین هستی نشأت می گیرد و یکی از آن قوانین دایره است. یادم می آید در فیلم راز تو گفتی هستی سرعت را دوست دارد. من می خواهم این را اضافه کنم که هستی دایره ها را هم دوست دارد و قطعا وقتی بدانید این دایره ها به کدام سمت حرکت می کنند، زندگی ملایم تر هم پیش می رود. بنابراین دوباره از تو ممنونم جو. دیدن این روند روی نمودار به من بینش خوبی داد و ابزاری عالی برای وقتی که امور برای خارج شدن از ذهنم مقاومت می کنند در اختیارم قرار داد تا بتوانم از مرحله صفر به موقعیت‌ها پاسخ بدهم. از سمینار آخر هفته ظهور تا حالا من هر روز می گویم دوستت دارم، متاسفم، من را ببخش، متشکرم.
تغییر خاصی اتفاق نیفتاده که قابل دیدن، فهرست کردن یا جشن گرفتن باشد. اما در حال حاضر زندگی فوق‌العاده‌ای دارم. البته دوست دارم که آنقدر پول داشته باشم که بتوانم به سادگی دخترانم و خانواده‌ام و برادرم در پاریس را ملاقات کنم و شوهرم را با قطار به سفر رویایش ببرم. یا دوست دارم رمان‌هایم را همه دنیا بخوانند. اما اینها در مقایسه با چیزی که الان دارم هدایای کم ارزشی هستند. این تغییر نامرئی در زندگی من باور کردنی نیست. وقتی میگویم متاسفم، واقعا نسبت به همه چیزهایی که در آن لحظه در خودآگاه هم هست احساس مسئولیت میکنم. دیگر نمیتوانم خود را از کسانی که با من هم عقیده نیستند جدا بدانم. هرگز تا این حد احساس ارتباط نکرده بودم. احساس می کنم بخشیده شدم. واقعا خوشحالم. خاموشی در دره گوزنها، غروب دلتنگ، سکوتی ناگهانی می تواند انسان شدن باشد. احساس زنده بودن می کنم مثل یک ماشین روشن. بعد از اینکه با هو و پونو پونو از طریق دکتر هیولن و جو ویتال آشنا شدم، فهمیدم که کسب و کار من وابسته به پاک کردن دائمی است. وقتی پاک می کنم و به صفر می رسم، تجارت بهتر جلو می رود. من دائما پاک می کنم و دائما به صفر می رسم. دکتر هیولن به من یاد داد که چطور این کار را انجام دهم. من یک شریک تجاریم را پیش دکتر هیولن و دکتر ویتال بردم و فهمیدم که مشترکات زیادی با هم داریم. این باعث شد همان شب با هم قرار ملاقاتی داشته باشیم. بعد از گذشت 8 ماه، حالا بیشتر از همیشه عاشقانه همدیگر را دوست داریم. کلید این احساس بودن با افراد همفکر بخشش و تغییر است. متشکرم دکتر هیولن و دکتر ویتال که هو او پونو پونو را به افراد بیشتری شناساندید. پس از ماها سفر نکردن، رانندگی برایم بسیار لذت بخش بود. ماها از آخرین باری که به یکی از سخنرانی‌های دکتر هیولن درباره هو او پونو پونو گوش داده بودم می‌گذشت. دقیق بگویم 1.5 سال. با اینکه تا قبل از آن جو ویتال را ندیده بودم، از اینکه او دکتر را به آنجا آورده بود و می توانستم با ماشین خودم به آنجا بروم و در جلسه شرکت کنم خوشحال بودم. به یاد 6 ماه پیش افتادم که دامپزشک خبر بدی را به من داده بود. گربه عزیزم مایا قده‌ای در رودش داشت. معلوم نبود آنقدر زنده بماند که بتوانند از کلینیک مرخصش کنند. وقتی مایا مرخص شد، دامپزشک معتقد بود که اگر خوشبینانه بگوید من چند ماه فرصت دارم که با مایا وداع کنم. با دکتر هیولن تماس گرفتم تا برای پاک کردن ویژه‌ای کمکم کند. چیزی که کمک کند هرچه از این موجود کوچک دوست داشتنی به من مربوط می شود را پاک کنم. اکنون 1.3 سال از تشخیص بیماری مایا می گذرد. در آن لحظاتی که خودم را برای از دست رفتن او آماده می کردم، تصورش را هم نمی کردم که ماها بعد و در جایی دورتر او هنوز هم در سفری تفریحی با من خواهد بود. باید بپذیرم که چیزی درونم آماده بود تا بال در بیاورد و به سراغ کسانی برود که قبلاً هرگز از هو او پونو پونو نشنیدند و به آنها بفهماند که من قبلاً این کار را کردم، اما حالا دوباره شروع به پاک کردن می کنم و آن همه چرندیات یعنی خاطرات ناپدید شدند. آن شب حتی قبل از آن که جو ویتال را معرفی کند، مکاشفه‌ای مانند جرقه از نور در من رخ داد و باعث شد از جایی که نشسته بودم بلند شوم و به سمت دستشویی خانم‌ها بروم. بغضم را قورت دادم،
در آن لحظه در اتاقی که افق شهر از آن هویدا بود، هو او پونو پونو وجود مرا پوشاند. و وقتی می دانستم دیگر نمی خواهم همراه با بقیه باشم، در یک لحظه به پاکی رسیدم. 6 هفته بعد من و مایا به سمت غرب و به سوی لس آنجلس راه افتادیم. عازم خانه جدیدمان بودیم که انگار از آسمان برایمان رسیده بود، چون کسی که قبلا می‌خواست آن را اجاره کند ناگهان پشیمان شده بود. 7 ماه دیگر گذشت و درست 1 هفته پیش از زمانی که روی لبه تردید به دنبال تغییری چشمگیر بودم، عبارتی از آیهالی کالا خواندم: رسیدن به 0 1 اصل است. من پاک شدم و از لبه پرتگاه کنار آمدم و به زندگی دیگری که می شناختم بازگشتم و اکنون می توانم بگویم که سقوط نکردم. متشکرم از اینکه فرصت به اشتراک گذاشتن تغییرات، الهامات و عکس العمل‌ها درباره هوپونوپونو را فراهم کردید، روندی که از سفر من در فوریه شروع شد. قبل از شناخت و به کار گرفتن این روش، من در خیلی از مسائل زندگی دچار تنش بودم. شوهری که من و توانایی من در کامیابی را باور نداشت، تلاشی که با موفقیت فاصله داشت و این احساس که من همیشه در دنبال کردن آرزوها و اهداف بزرگتر تنها بودم. در طول آخر هفته همراه جو، وقتی که با روش آشنا شدم، با زنی ملاقات کردم که سلایق و اهداف مشابهی داشت و توافق کردیم ریسکی تجاری را با هم شروع کنیم. این ریسک شدیداً موفق شد و طرح ناقص من را در عرض 2 هفته به بار نشاند. الان مشغول کار کردن بر روی پروژه بعدیمان هستیم. فکر می کنم که ما نه ماها بلکه سال هاست که با هم دوستان صمیمی هستیم. بهترین و مهمترین تغییر این است که حتی قبل از اینکه کارم به موفقیت برسد، رابطه من با شوهرم فقط در عرض چند هفته دگرگون شد. هر موقع که در رابطه ام احساس ناراحتی می کردم، از آن روش استفاده می کردم. ناگهان شوهرم شروع کرد به بازخوانی کتاب اینترنتی من. از من سوال پرسید و تجربیات شخصیش را با من در میان گذاشت. در محیط کار مسئولیت بیشتری را بر عهده می گرفت و حس غرور بازیافته ای را نسبت به خودش احساس می کرد که تأثیر شگفت‌آوری در رابطه من داشت. من اعتماد و اطمینان تزلزل ناپذیری به خود و اتفاقاتی که برایم می افتاد داشتم و روزی چند دقیقه به انجام این روش ساده می پرداختم. متشکرم.